بریم؟ بله بریم. سلام به بینندگان برنامه، ببخشید تکرار کنید. سلام استاد، به نظرم بلاد رنگ بریم سراغ سوالی که برامون رسیده. ناصر بذار چند ثانیه بگذره، بعد منو مجبور کن بگم ببخشید تکرار کنید. استاد هنوز که نامه رو نخوندم، چی رو تکرار کنیم؟ همون کلمه اولو. بابا اینو که قبلا هم گفته بودیم، باید بگی بیدرنگ. آه بله استاد، یادم اومد، گفته بودیم که هر جا بلا استفاده شد جاش بی بذاریم درست میشه. خب باشه، حالا بگو چه سوالی واسه همون فرستادن. آه سوال اینه که اشکال این جمله کجاست؟ کدوم جمله؟ آه خب الان میخونم. نوشتن نباید به هیچ دیکتاتوری اجازه داد که از حکومت خودشان برای سرکوبی مردمان استفاده کنند. نظر خودت چیه؟ خب استاد به نظرم درست نیست، چون اصلا به دیکتاتور نباید اجازه حکومت داد، باید دیکتاتور را سرنگون کرد. ناصر حرفت در محتوا درسته، هیچ صحبتی روش نیست، منم باش موافقم، اما منظور سوال کننده که این نیست. ما هم تو برنامه ببخشید تکرار کنید هستیم، اشکال فارسیش چیه؟ آها خب استاد این بحث دیکتاتورا شد، یه لحظه حواسم پرت شد. خب به نظرم بازم این جمله غلطه. خب اشکالش چیه؟ خب استاد راستش نمیدونم، همطوری حسی گفتم. آفرین به احساست، اما نکته این جمله اینه که نهاد و گزاره توی این جمله با هم همخونی ندارن. مثلا تو نمیتونی بگی من میآییم، درسته؟ نه. حالا بحث دیکتاتورا، وقتی میگی هیچ دیکتاتوری، درسته که منظور همه دیکتاتورا هستن، اما هیچ مفرد حساب میشه، بنابراین گزاره هم باید با این همخونی داشته باشه. استاد پس جمله درست اینه که بگیم نباید به هیچ دیکتاتوری اجازه داد که از حکومت خود برای سرکوبی مردم استفاده کند. خب اما از این درست‌تر اینه که بگیم باید دیکتاتورا رو سرنگون کرد. استاد منم موافقم. استاد یکی از بینندگانمون سوال کرده که گاهی اوقات تشخیص ارکان جمله برام سخته. مثلا توی این شعر گفته نمیتونم اونها رو مشخص کنم. شعری که نوشته اینه: جاودان در کوی تو خواهد نشست آن شیفته، گر ز مهر و دوستی بویی بر او افشان کنی. اگه میشه توضیح بدیم. خب ناصر اول بگو ارکان جمله چیه؟ نمیدونم. ناصر میداند. استاد من نمیدونم. چه ناصر بدونه چه ندونه، ارکان جمله تو اینی که گفتیم هست. یعنی ناصر میداند یا ناصر نمیداند، اینا کلی ترین ارکان جملن؟ احسنت. هر جمله دو رکن اصلی داره، نهاد گزاره. نهاد به مجموعه کلماتی میگیم که در موردشون گزارشی یا خبری میدیم. گزاره هم خبریه که در مورد نهاد میدیم. خب استاد یعنی توی اون جمله من نهاد بودم؟ آره ما گفتیم ناصر میدونه یا نمیدونه، پس ناصر نهاده، میدونه یا نمیدونه گزاره است. خب پس اگه گزاره راجب من میخوایم بگین، بگین میداند. خب نمیداند که خوب نیست. نه خیر، چه بگیم میداند چه نمیداند، گزاره است که در مورد ناصره. اما اگه اصرار داری که ناصر میدونه، نهاد و گزاره رو تو این شعری که هموطنمون فرستاده مشخص کن. خب استاد به نظرم اول باید شعر رو به نثر در بیارم تا خب بشه نهاد و گزارش مشخص کرد. خب باشه بکن. خب کنم اینجوری بشه، میگه آن شیفته جاودان در کوی تو خواهد نشست، اگر از مهر و دوستی بویی برو افشان کنی. آفرین ناصر، این نیمی از کار بود. ببین چون بحث ظرایف زبان فارسی و هرچه درستتر و مرغوبتر گفتن و نوشتن اونم از زبان استاده، بهتر ظرایف رو رعایت کرد. خب حالا ناصرش یعنی نهادش رو پیدا کن. استاد به نظرم آن شیفته نهاد این جمله است.
بقیه جملم گزارشی راجع به اونه که میگه اگر بویی از دوستی به او بخوره برای همیشه در کوی تو خواهد نشست. خب الان ناصر میداند و میتواند نهاد رو پیدا کند. حالا یه سوال ببینم، جمله بی نهاد داریم؟ آره، مثلا میگیم عجب جمله ایه، یا میگیم موافقم، یا اینکه بگیم تو دام افتادی. ولی منظورم اینه که واقعا تو دام افتادی ناصر، باید همون کاری رو که در مورد اون شعر کردی با این جور جمله هم بکنی، اون وقت میتونی نهادش رو پیدا کنی. باش، وقتی میگیم عجب جمله ای یعنی این جمله چه جمله قشنگیه. خب معلومه که این جمله همون نهاد بوده و گزارش هم اینه که خیلی قشنگ است. باریکلا، در مورد موافقم هم همین کارو بکن. موافقم در واقع یه چیز خلاصه است. در اصل موافقم که ما بقیهش نمیگیم اینه که من با حرف شما یا با نظر شما موافقم، که نهادش همون منه، که توی میم ضمیر موافقم پنهان شده. پس ما تونستیم یک چیز روشن کنیم، این که استاد شما بگید، این که نهاد کلمه یا گروهی از کلماته که درباره اون خبری میدیم، یعنی صاحب خبره. خب حالا تو بگو ببینم نهاد این جمله کدومه؟ اژدهایی خفته را ماند به روی رود پیچان پل. اژدها؟ نه ناصر، اشتباه کردی. خب دیگه. پس باید پل نهاد باشه، چون میگه پل روی رود پیچان به اژدهای خفته ای میماند. آفرین، حالا درست شد. سه دو یک به من وقتی مثلا میخوام مثلا برای شما یه جمله بگم، مثلا جمله درست که توش غلط نباشه، مثلا چی کار باید بکنم؟ این چطور حرف زدنه ناصر؟ استاد من به حساب میخوام از شما به حساب سوال کنم، به حساب که جوابمو بدین. وای ناصر چرا اینجوری حرف میزنی؟ در واقع استاد این در واقع یه سوال بود که من میخواستم در واقع از شما بپرسم که در واقع چجوری میشه در واقع یه جمله درست گفت. یا حضرت عباس، ناصر چت شده؟ من به اصطلاح میخوام به اصطلاح یه سوالی به اصطلاح کرده باشم که به اصطلاح این جمله درست چجوری به اصطلاح درست میشه. خیلی خب باشه، فهمیدم، اصلا دیگه ادامه نده، جوابتو میدم. میخوای جمله های درستی بگی؟ در واقع بله، به حساب میخوام، یعنی مثلا یه جمله به اصطلاح درست بگم. بابا تو که ما رو کشتی. خیلی خب وایسا، ببین یه راهنمود بهت میدم. قبل از حرف زدن فکر کن چی میخوای بگی، یک به یک جمله هاتو آماده کن، زمان حرف زدن هم بین هر جمله یه نفس بکش، بعد حرفتو بزن. سعی نکن طولانی صحبت کنی، دنبال کلماتی باش که به بهترین وجه منظورتو میرسونن، که نیاز نباشه حرفتو دوباره توضیح بدی. استاد من یه جمله درست بگم؟ همینی که گفتی درست بود دیگه. آدمایی که نمیدونن چی میخوام بگن به اون وضعیتی که تو افتاده بودی میفتن، اونقدر کلمات اضافه تو حرفشون استفاده میکنن تا اینکه یادش میاد چی میخواست بگه، بعد کم کم این میشه که خلاصه اینجوری حرف زدن هم میشه عادت و به اصطلاح تکه کلام. هر جمله‌ای که میگن یه کلمه بی‌معنی و نامربوط، مثل همین کلماتی که گفتی، به اصطلاح و مثلا و در واقع و فی الواقع، خلاصه نمیدونم، مثلا به قول معروف و اینا توش به کار میارن. باید با این عادت مبارزه کرد. بله استاد، من میخواستم شما همین چیزا رو توی برنامه بگین. یعنی داشتی شیطنت میکردی ها؟ استاد مهم این بود که شما راهنمود رو بگین، اینا خب یه شیوه طرح سوال دیگه. خب حالا جوابتو گرفتی؟ بله استاد، از قبل به حرفی که میخوام بزنم فکر کنم، جمله ها و کلماتم رو انتخاب کنم، بعد اگه میخوام وسط حرف زدن بازم فکر کنم، نیازی نیست کلمه بی‌معنی توی جمله بیارم، خب یکم مکس میکنم، فکر میکنم، بعد حرف میزنم. اما ناصر حواست باشه این کلمات اگه توی جای درست از اون استفاده بشه دیگه بی‌معنی نیستن. وقتی میگیم مثلا باید بعدش مثال بزنی،
یا وقتی میگی به اصطلاح باید بعدش یه اصطلاح بیاری. بله استاد فهمیدم. امیدوارم برنامه امروز ببخشید تکرار کنید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار.